میتونیم صحبت کنیم؟ ایگیت، من نمیتونم این بچه رو بندازم، نمیتونم همچین کاری بکنم. کبرا احمق نشو، این اتفاق نباید میافتاد. انقدر احساسی به قضیه نگاه نکن. من نمیتونم درکتون کنم، تو، دخترم، همه از این بچه مثل یه فاجعه حرف میزنین. چرا؟ من میدونم با برنامه ریزی نبود، اما این بچه نه یه فاجعه است نه یه اتفاق. ایگیت، این بچه‌مونه، میفهمی؟ این بچه یه تیکه از وجود هر دومونه. برای ساختن یه خانواده این شانس رو به همون بده. ما میتونیم با هم یه خانواده خوب و خوشبخت باشیم. کبرا من آمادگی پدر شدن رو ندارم، میفهمی؟ من هنوز باید برای برادرم برادری و برای مادرم پسری کنم. کلی مسئولیت دارم. آره میدونم، اما اینا باعث نمیشه که نتونی برای بچت پدری کنی. نمیخوام، نه، فهمیدی؟ بچه نمیخوام. ایگیت لطفاً انقدر با عجله تصمیم نگیر، خوب؟ میدونم تو هم میترسی. ببین، بذار بچه‌مون به دنیا بیاد، بعد یه بار بغلش کن، بوش کن، اون وقت میبینی همه چی عوض میشه. کبرا این چرت و پرتا چیه میگی؟ چه بویی؟ چه بغلی بابا؟ این بچه به دنیا نمیاد، فهمیدی؟ نمیاد، همین چه گفتم. الو دریا، کبرا الان از خونه ایگیتینا اومد بیرون، اصلا هم حالش خوب نبود. من میرم خونه شون، اونجا میبینمت. خدافظ. ایگیت میخوایی چیکار کنی؟
چی کار کنم؟ واسه نوه اسدالله پدری کنم؟ ببینم کبرا خواستی که دختر اسدالله بشه؟ ها؟ اون انتخاب کرده؟ کبرا چه گناهی داره؟ کبرا عاشق تو ایگیت. بچه تو الان تو شکم میشه، بس مسئول همین اینا تویی. نمیخوام، فهمیدی؟ نمیخوام. تو چی جورا نمیشدی ایگیت؟ یه نگاه به خودت بنداز. حالا منو بهونه میکنی که میخوای برام برادری کنی. نمیخوام برام برادری کنی ایگیت، نمیخوام. اگه پدر مادرمون تو رو تو این حال روز میدیدن حتما خجالت میکشیدن. مامان اگه ببینم نمیفهمه، بابام که اصلا نمیتونه ببینه. برای چی؟ به خاطر اون اسدالله عوضی. به خاطر اسدالله؟ ولی نه به خاطر کبرا. اون هیچ تقصیری نداره، پدرش تو بیمارستانه، اون حامل است، اون دختر امیدوار اومده پیش تو. امیدوار نیاد. من اگه باش آروم برخورد کنم اون بازم میره تو خواب و رویا، دوباره میاد برام از ثمره عشقمون میگه. ببین پسر، تو کارای من دخالت نکن، فهمیدی؟ این خیالش نبود، گفت نمیخوامش، برو بنداز. کبرا جون، بچه رو بخواد چی میشه؟ هممون میدونیم از ایگیت بابا در نمیاد. چه میدونم بابا؟ گفتم شاید بعد از به دنیا اومدن بچه عوض بشه. نه عوض میشه، تو چه خوشخیالی. دریا جون یه خورده آروم باش، کبرا این روزه یکم حساسه. خیلی خوب حساس نباشه، از روز اول دوستیش با ایگیت سعی کردیم بهش هشدار بدیم، به همون بد و بیرا گفت، نه اون دیگه فلان شده بهمان شده، دیدیم چجوری عوض شد. خب آره، ولی این کاملا غیر منتظره بود، ایگیت هم انتظارشو نداشت. آه کبرا، مردی که تو رو با بچه تو شکمت پس زده تو هنوز داری میگه عوض میشه؟ خودتو که نابود کردی، حداقل اون بچه رو بیچاره نکن. شغل که نداری، تجربه کاری هم نداری، پدرت هم اون بچه رو تو خونه راه نمیده، ایگیت هم نمیخوادش. چطوری میخوای از این بچه نگهداری کنی؟ حالا گیریم که کار پیدا کردی، وقتی سر کار هستی بچه رو به کی میسپاری؟ خب بچه رو به دنیا بیاری ایگیت نرم نمیشه. تو همین دو روز پیش دوست بودین، مردی که از وقتی فهمیده حامله ای تو روت هم نگاه نمی کنه. بچه رو به دنیا بیاری لابد میره یه کشور دیگه. تصمیم با توه، اما خوب به عواقبش فکر کن. باشه، میندازمش. اما من خیلی بیترسم، نترس کبرا جون، من باهاتم. برای عملم یکم پول دارم، حلش میکنیم. یعنی چی آخه؟ تو چرا حلش کنی؟ ایگیت باید مسئولیتشو گردن بگیره. فردا حتما انجامش میدیم، قبل از اینکه بابات مرخص بشه کارو تموم میکنیم. تو هم اصلا سر احساسی به بچه وابسته نمیشی. باشه؟ کبرا بچه رو سقط میکنه. چه خوب، من خرج بیمارستانو میدم، چیز دیگه ای لازمه؟ بله، چون بچه رو تنهایی درست نکرده، تو هم باید باهاش بری. سیبلم باهاتون میاد، بهتره یه خانوم پیشتون باشه، ناسلامتی قرار عمل بشه.
ببین دریا، منو وارد این کارا نکن، باشه؟ من کشوندم تو این ماجرا؟ بچه از توه، باید بری. ببین ایگیت، این کار برای کبرا خیلی سخته، باید کنارش باشی. خیلی خب، باشه، فردا صبح با هم میریم. لطف میکنی. دریا، چیه؟ باید صحبت کنی. چه صحبتی بابا؟ چی کار میکنی؟ برم کن، برم کن، کمک، کمک، نه، کمک، خودت اینو خواستی. تقصیر خودت. کمک. میرم بیرون آقای امیر، چیزی لازم نداری؟ نه ممنونم. راستی آقای صارف امروز نمیان؟ امروز تو آنکار جلسه داشتن، گفتن شب برمیگردن. منم یکم دیگه میرم، ممکنه بر نگردم، باشه؟ چشم، اگه کسی زنگ زد یاد داشت میکنم. ممنونم. همه آزمایش‌ها انجام شدن. حاضرین خانم.
رفت تو؟ خب چه احساسی داری؟ کاش مادرم هم منو مینداخت. این دنیا همچین تحفه‌ای هم نیست. منم همینطور. اما اگه یه روز با مرگ روبرو بشیم مطمئنم اینطوری فکر نمی کنیم. این که بخوای زنده بمونی غریزیه، تو هر جانداری هست. اما بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده اینطوری فکر نمی کنه. حتی اونم داره. اگه چیزی لازم باشه. لازم نیست، خودم هستم. بهتره تنها بمونم سیبیل. ممنون. این چه حرفیه؟ تو همچین حالی تنهات نمیذارم. تو برو بخواب، من برات سوپ درست میکنم. برو. یه چیزی بیارم بندازی رو. الان میام. خب بیا درس بکش. بخواب بخواب بخواب. آفرین، پاهاتو گرم کن. باشه، من الان برات یه سوپ خوشمزه با سبزیجات درست میکنم، کنارش نونم میذارم. حسابی استراحت کن تا بابات نیست. از خلوت خونه لذت ببر. من یه زنگ به دریا بزنم، حتما نگران شده. این دختره کجاست؟ از صبح تا حالا جواب نمیده. حتما سر فیلم برداریه. بعدا دوباره بهش زنگ میزنم. با کی کار دارین؟ با سکینه خانم اینا کار داشتم. اونا اسباب کشی کردن. اسباب کشی کردن؟ آه. ببخشید. سلام. راستی شما الان اطلاع دارین کجا رفتن؟ نمیدونم، چیزی نگفتن. شوهرش که قاتل شد و افتاد زندون، بدون اینکه وسایلشون رو جمع کنن فوراً رفتن. انگار خونه جدید خریدن. خونه جدید خریدن؟ خب آشنایی کسی ندارن که بدون کجا رفتن؟ نه، البته شاید مختار بدونه. اونجاست اونه هاش. باشه، ممنونم. دنبال چی میگردی؟ میخواستم از این مجله های قدیمی ببرم کبرا بخونه سرگرم بشه. اینجا گذاشته بودم، تو جا به جاشون کردی؟ باشه باشه، تو اونجا رو به هم نریز، من خودم پیداش میکنم. خودم پیداشون میکنم. دخترم، گفتم پیدا میکنم دیگه، اونجا رو به هم نریز دیگه. حواسم هست. این چیه؟ نامه های عاشقانته؟ بذارش اونجا سیبل.
مامان این چیه؟ هیچی، من خورد خورد جمع کردم واسه یه روز مبادا. خورد خورد؟ مامان این پولا اندازه دو ماه کرایه خونمونه. تو کرایه خونه رو ندادی؟ مامان تو کرایه خونه رو ندادی؟ کرایه خونه رو دادم، نگران نباش. پول که اینجاست، کرایه خونه رو با چی دادی؟ گفتم پرداخت کردم دیگه، اینقدر تو هر کاری دخالت نکن سیبل. مامان کی داده؟ من که نمیفهمم، آخه داری چیو گندش میکنی تو؟ همش چند کروش پول دیگه. اگه تو عاقلانه رفتار میکردی الان سنده ای خونم به اسممون بود. یعنی کرایه خونه ای ما رو برا میده؟ خب چیه مگه؟ وقت گردش که میرسه خوبه، وقت کرایه خونه دادنش خیلی بده. آره مامان من کرایه خونه رو گردن کسی نمیندازم، من برای دادن کرایه خونه کار میکنم، ولی تو از برا خواستی کرایه‌مونو بده. اینطوری انگار ما گداییم، زشته به خدا. دخترم آخه خواهش میکنم اینطوری حرف نزن. چی گدایی؟ خواهش میکنم. این کمک مالیه یا حق سکوته برای این که اجازه بدی با من دوست بمونه؟ این که آدم از داشتن چنین مادری خجالت بکشه دردناکه، خیلی. سیبل بایستا کجا میری دخترم؟ برم کن. باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه. سیبل اینقدر گندش نکن، برگرد خونه. دیگه به هم نگو چی کار کنم، فهمیدی؟ دیگه به جای من تصمیم نگیر مامان. خیلی خوب باشه، هر جا دوست داری برو، برو دیگه برو. یعنی چی آخه؟ یعنی چی؟ سیبل خوبی؟ مگه کوری؟ خوب نیستم. باشه بیا سوار شو، اینجوری تو کوچه نچرخ. تو دیگه چی میگی؟ خودم میرم. دختر جون لج نکن، سوار شو، بعد که آروم شدی میری دیگه. چی شده؟ یعنی با شونه بالا انداختن درست میشه؟ مامانم کرایه خونه رو از برا گرفته، پولی هم که من بهش دادم و پس انداز کرده. جریان اینه. عجب، نمیتونم عزمش کنم. نگران نباش، ولم کن، من باید برم پول برا رو بهش پس بدم. باشه صبر کن، من میرسونم. تو چی میگی؟ به جای رسیدگی به مشکلات مردم برو به دوست دخترت برس که تو خونه منتظرته. عجب. چیه چشم و ابرو میای؟ بگو دیگه. داداش زنگ زدم جواب ندادی. خیلی خب حتما نشنیدم دیگه، بگو. اون گوشه منتظرتم. خیره ایشالا، چیزی هست که من نباید بدونم؟ حرف بزن دیگه. دریا باهات کار داره داداش، منتظرته، خیلی فوریه. دریا با شماست؟ از صبح دارم به سنگ میزنم جواب نمیده. امره برای دریا اتفاقی افتاده؟ چیزی نیست سابجی، موضوع شخصیه، بریم داداش. یعنی چی؟ چه خبره؟ چه میدونم. سب کن منم میام. نه تو اینجا بمون. یعنی چی اینجا بمون؟ سیبل تو اینجا بمون، بهت خبر میدم. چه خبره داداش؟ زود باش بیا بریم. چی؟ چی شده؟ ایگیتینا باز دوباره دارن یه کارایی میکنن، نفهمیدم، انگار در مورد دریاست. میای بریم؟ اینجا چه خبره؟ Thank you.
خوبه. بگید مرده. تجاوز کرد. ایگیت چی کارش کنیم داداش؟ باید تصمیم بگیریم. خب میگی چی کار کنیم؟ دختره حالش خیلی بده، نمیتونیم بگیم که پشا بریم اداره پلیس. بعدن واسمون دردسر میشه داداش. یارو با ضربه کشته شده، غرق خون، هر کی ببینه میفهم اینجا چی شده. جسدم که همینجوری افتاده اینجا. خیلی خب باشه، بس کنین. این که مقتول نیست، فقط یه تن لشه. زندگیمو نابود کرد. باش ایگی، تو رو خدا کمکم کن. تو رو خدا التماست میکنم، نمیخوام برم زندان. تو رو خدا کمکم کنی. تو رو خدا التماست میکنم ایگیت. نمیتونم، نمیتونم برم زندان. نمیتونم، اونجا میمیرم. التماست میکنم کمکم کنی. تو رو خدایی گیر. مادرش هست، خواهر کوچیکش هست. یعنی کسی دنبال این مردی که نمیگرده. بالاخره قضیه لو میره، واسه ما هم کلی درد سر میشه. اینجا چه خبره؟ کمکم کنی دریا. وای خدا ازش نگذره. اینجا چه خبره؟ کمکم کنی. شده دیگه. آروم باش عزیزم. التماس میکنم کمکم کنی. تو رو خدا امیر، نمیخوام برم زندان. نمیخوام. هیچکی به جز ما نمیتونه. خواهش میکنم. آروم باش عزیزم، آروم باش. گریه نکن. چالش میکنیم. یعنی چی؟ چی کار میکنین؟ چالش میکنیم. باشه، ولی چطوری؟ شب ماشینو میارین اینجا، میذارمش توی گونی، بعدش هم میریم تو جنگل چالش میکنیم. انگار زده به سرتون. آره امیر، تو دخالت نکن. جسدو شما چی دارین میگین؟ دریا عزیزم، برفای اونا گوش نکن. ببین میدونم ترسیدی، ولی اینجوری نمیشه. ببین باید زنگ بزنیم به پلیس. نه 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 نه، گوش کن، گوش کن، گوش کن، گوش کن دریا، گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. نه ترس، یه لحظه برفام گوش کن عزیزم، گوش کن، یه لحظه گوش کن ببین چی دارم میگم. من خودم ازت دفاع میکنم، باشه؟ گوش کن ببین عزیزم، میگم خودم ازت دفاع میکنم. یه لحظه برفام گوش کن دریا، دریا آروم باش، یه لحظه آروم باش. گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. هممون داستانو میدونیم، این دفاع از خود بوده. میتونی بدون مجازات تبرئه بشی. خواهش میکنم برفام گوش کن دریا، باید زنگ بزنیم به پلیس. دریا دخالت نکن، فهمیدی؟ دخالت نکن امیر. چی کار کنیم؟ افره حالش خیلی بده.
دریا، ازت خواهش میکنم آروم باش. باید منطقی رفتار کنیم. من یه لحظه تنهات نمیذارم. بریم اداره پلیس. باش عزیزم، من ازت دفاع میکنم. وضعیت تو میدونم که دفاع از خود محسوب میشه. به جون خواهرم قسم میخورم امیر، اگه بخوای منو به پلیس لو بدی خودمو میکشم. اگه الان نتونم بعدن این کارو میکنم. شاید اون موقع بفهمی تو این دنیا عدالتی وجود نداره. بچه ها میفهمید که پای یه جسد در میونه. دریا حواست هست چند نفر داری درگیر ماجرا میکنی؟ شماها میدونی یه جسد رو یواشکی خاک کردن یعنی چی؟ دیوونه بازی در نیاریم بچه ها. اون مردی که از 13 سالگی بهم دست درازی میکرد، من بچه بودم، چه گناهی داشتم؟ به پلیس خبر بدی چی میشه؟ به خاطر اون کثافت 20 سال برم زندان؟ 2 سال باشه هم فرقی نمی کنه. به چشم همه دختری میشم که بهش تجاوز شده، اون وقت چجوری زندگی کنم؟ با ایرن مثل یه جزامی رفتار میکنن. اون بچه چجوری بزرگ میشه؟ ها؟ تو چی میفهمی امیر؟ به خاطر اینکه یه مردی، چه میفهمی من چی میکشم؟ پلیس خبر کن. دریا، 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 شت، این کار نکن. زود باش سر امبولانس خبر کن. داداش خودمون ببریمش. زود باش یه بار بیا. نگران نباش، حالش خوبه. دستش یه چند تا بخیه خورد. به دریا عوض تو قول دادم، گفتم لوش نمیدی. ما هم امشب اونو چالش میکنیم، تموم میشه میره. ببینی گیت، من حقوق خوندم. برای اینکه آدم ها نتونن دست به جرم و جنایت بزنن، برای اطاعت از قانونهایی که هزاران سال پیش برای برقراری صلح و آرامش به وجود اومدن و برای کمک به اجراشون حقوق خوندم. فکر کردی هیچ وقت لازم نمیشه از یه قاتل دفاع کنی؟ ها؟ مگه اینم بخشی از کارت نیست؟ خب باید از یه جایی شروع کنی. تنها فرقش اینه که این بار به جای دادگاه با وجدان خودت درگیری. در ضمن اونقدرام سخت نمیشه. اون کثافتو بابای خودش میدونست. این قانع کننده نیستی گیت. یعنی تو میگی چیکار کنیم؟ ها؟ یه اسلحه بگیریم دستمون بیافتیم تو کوچه ها؟ برای مردم هر مجازاتی که دوست داریم ببریم؟ تو میخوای تو همچین جامعه ای زندگی کنی؟ میدونی کی باید این حرفا رو به من بزنیم؟ نمیدونم میگید کی؟ روزی که تونستی از همه اون بچه های معصومی که تو خونه ها اذیت میشن دفاع کنی اینو بگو. روزی که اون جامعه قانونمندت به زنایی که قربانی تجاوز شدن، به چشم آدمایی که انگار یه مرض مصری گرفتن نگاه نکنن، اون وقت با کتابات بیا جلوم بشین. باش آقای وکیل؟ آفرین، خیلی خوب گفتی. ولی ای کاش زنایی که زندگیشونو خراب کردی منان اینجا بودن و این حرفا رو از دهن خودت میشنیدن. مطمئنم چند تاشون شوکه میشدن و سکته قلبی میکردن. نظر چیه گیت؟ بد نمیشه، چون اون وقت جن آدم کثیفی مثل من دنیا رو آلوده نمیکنه. به خاطر این باید شکرم بکنی. البته اون موقع شما هم بیکار میمونین، مگه نه؟ حرف آخرمو میزنم، تو دهنتو میبندی، وگرنه سالها مجبور میشی از من به اتهام کشتن قدیر دفاع کنی. چون اگه تو اون دختر رو لو بدی، من قتل و گردن میگیرم.
تو از کی اینقدر دیوونه شدی؟ اینم شانس تو بوده دیگه، میتونستی برادر هر کسی غیر از من باشی، ولی اصرار کردی و به عنوان برادر من به این دنیا اومدی. از این که زنگ زدی خوشحال شدم. خیلی دلم مرا تنگ شده و سیبل. این چیه؟ کرایه خونه هایی که دادی. تازه فهمیدم. سیبل، اینا چیزای خیلی کوچیکی هن. باور کن اصلا مهم نیست. تو اصلا میدونی با پرداخت کرایه خونه ای ما منو تو چه موقعیتی قرار دادی؟ دیگه تکرار نشه برو. هرگز. ببخشید ولی من نمیخواستم ناراحتت کنم. سیبل، دلم خیلی برات تنگ شده بود. بدون خیلی دوستت دارم. که دوستم داری؟ واقعا دوستم داری؟ برا من امروز شاهد خیلی چیزا بودم، چیزایی که به حدی سخت و واقعی هن که دنیای تو واقعیتاش با همه یه حرفات به نظرم خیلی پوچ میان. خیلی سیبل، دخترم تویی؟ دخترم، سیبل داری چیکار میکنی دخترم؟ دارم وسایلمو جمع میکنم مامان، دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم، فردا صبح میرم. دیوونه شدی دختر؟ آخه میخوای کجا بری؟ کجا میخوای زندگی کنی؟ تو خونه ای که کرایه خونشو خودم بدم. دخترم من هر کاری کردم خوبیه تو رو خواستم، فقط میخواستم گوشه کنار یه پولی داشته باشیم. میدونم اشتباه کردم دخترم. مامان عزیزم، ببین من مادرتم، من غیر از تو کسی رو ندارم. مامان نمیتونی منو ول کنی بری سیبل. مامان لطفا بس کن، من دیگه هم از این همه سوء استفاده های احساسی، هم از تومه قرار داده شدنم برای اینکه به رویای ثروتمند شدنت برسی خسته ام. اینطوری حرف نزن دخترم، این چه حرفی؟ من به خاطر خوبی تو. من خوب نیستم مامان، فهمیدی؟ خوب نیستم، نه تو رو باور میکنم نه این عشقاتو. من به یه مادر احتیاج دارم، اما تو با من درست مثل یه وسیله رفتار میکنی. بی پدر زندگی کردم، اما اگه مادری دینه پس مادرم نمیخوام. شب بخیر مامان. عزیزم بیا یه لقمه غذا بخور. باشو. اصلا اشتها ندارم. چرا همه اینا سر من اومد سیبل؟ بعد از مرگ بابام اون کثافت وارد زندگیمون شد، سالها به هم دست درازی کرد، اما تا از اون جهنم خلاص شدم، تا امیدوار شدم، تا خواستم زندگی کنم، چرا همه این بلاها سرم اومد؟ چرا همیشه تو زندگی باید شکست بخوری؟ چرا این زندگی همیشه باید ما رو امتحان کنه؟
آروم باش عزیز دلم. سیبل، سیبل من چی کار کردم؟ سر اون جوانا چی آوردم؟ سیبل من چی کار کردم؟ ببین دریا، تو هیچ کاری بدی نکردی، هر کی اگه جای تو بود همین کارو میکرد. گریه نکن باشه؟ خیلی خسته شدم، خیلی خسته شدم. پسر، تا حالا تو زندگیمون فقط یه قبر نکنده بودیم که اونم کندیم. این قبر از سر این کثافت زیاده، باید این بیشرفو مینداختیم تو چادر توالت. این حرفای بی خود ول کنین، کارتونو بکنین.